بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت و که در استودیو با ما هستن بان جعفری سلام شما و به با برنامه ما خوش آمدین در رابطه با واکسین ویروس کرونا میخوایم بیشتر بدانیم که قرار است اولین واکسین چه زمان به افغانستان برسه سلام بر شما و بر بینندگان و محترم تلویزیون شما قرار است که اولین معمولی واکسین فردا یک شنبه هفته فبروری به کابل برسند و این واکسینی هست که از هندوستان به افغانستان کمک شده حدودا به صورت مجموعی 500 هزار دوز هست که اگر ما دو دوز برای هر شخص نظر بگیریم برای حدودا 250 هزار نفر کافی است ای واکسین که نظر به او اولویت بندی هایی که شده اول بر کارمندان صحی تطبیق میشه و انشالله که ما منتظر محمول های بعدی هم هستیم درست اما آنچنان که شما در گزارش هم دیدین هنوز تاییدی سازمان صحی جهان را نگرفته چگونه قابل تطبیق خواهد بود؟ خب موضوعی است که زمانی که از طرف هندوستان اعلام شد که ای کمک انجام میشه اما زمان اونا کارای گرفتن تایید از سازمان صحی جهان را آغاز کرده بودن و شاید تا آخر از این هفته تایید سازمان صحی جهان هم برسه و به خاطر که این واکسین واکسین استرازینیکا هست واکسینی است که در بریتانیا هم تولید شده و تطبیق شده ان مشکلی در اون بخش نخواد بود فقط این کمپانی در داخل هندوستان همین واکسین را تولید کرده و زمانی که این تاییدش برسه بعد از اون ما تطبیق آغاز میکنیم درست اگر این تایید با تاخیر رو برو و یا اگر مشکلات به وجود بیاد و یا اگر از سوی سازمان جهان جهانی تایید نشه تطبیق نخواهد شد خب این موضوع بر ما اهمیت زیادی داره که حتما باید واکسینی که ما بر مردم تطبیق میکنیم از طرف سازمان صحت جهان تایید شوه ان مشکلی در زمینه نخواد بود ما در قسمت نگهداری از واکسین مشکلی نداریم فعلا برای مدت نگهداری میکنیم تا که تایید سازمان سی جهان برسه و بعدا ما تطبیق شروع کنیم چه مدت زمان را در بر گرفتین برای نگهداری این واکسین و اگر بیشتر از این به تاخیر میفته آیا امکان از ای وجود داره که کیفیتی واکسین پایین بیاید یا از بین خب در مدت زمانش فعلا تا آخر از این هفته در نظر میگیریم که شاید تایید برسه ولی اگر از او دیرتر هم شوه نظر به ای که ما شرایط نگهداری را داریم خود واکسین اسارزنیکا به خاطر همین هم که شرایط زنجیر سرد افغانستان به شرایط زنجیر سرد افغانستان مطابقت داشت به این خاطر هم ما بودیم که همین واکسین را دریافت کنیم و میتونیم از این نگهداری کنیم در کیفیتش مشکل ایجاد نخواد شد تلاش به است که اول تایید گرفته شد و بعدا تطبیق آغاز شد درست آنچه که گفته شده واکسین دیگر هم هست که از سوی سازمان جهانی بهداشت باید مد نظر گرفته شده و به افغانستان میرسه میخوایم بدانیم که در روز زمینه چه پیشرفت های وجود داره قرار است چه زمان رو به افغانستان برسه خب او واکسین تعهدات دیگه‌ای که ما داریم از طرف گوی یا کوکس فسیلیتی هست و به می ترتیب از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است که اونا هم گفته شده تا ماه جون 2021 به افغانستان میرسه ولی بحثا و گفتگوها روی از جریان داره تا ما بتونیم اون را هم زودتر دریافت کنیم و در است که بتونیم زودتر دریافتش کنیم تطبیق او را هم زودتر آغاز میکنیم درست و واکسین میشه بگه که از کدام کمپنی خواهد بود و تایید سازمان صحی جهان را حتما خواهد داشت بله او واکسین هم از واکسین استرازنیکا هست که از پانتون آکسپورت هست و تایید سازمان صحی جهان را داره ما مشکلی در بخش نداریم فقط زمانی که دریافت کنیم تطبیقش از طرف وزارت صحت افغانستان آغاز میشه درست فعلا بر ما که وضعیت م... کرونایی در افغانستان چگونه است حالا با وجود که گفته میشه رویدادهای ویروس کرونا کمتر از گذشته بوده ولی چقدر نگرانی هنوز وجود داره خب در دا قسمت شوی ویروس و کرونا در کشور اگر صحبت کنیم حالا وضعیت کمی بهتر است ما در جریان موج دوم هنوز هم قرار داریم ولی واقعات رو به کاهش هست و روز به روز ما کاهش مشاهده میکنیم در آمار مبتلایان و به می ترتیب مرگ و میر ناشی از کووید 19 خوشبین هستیم از اینکه آیسای از فصل سرما هم بیرون میریم و اگر وضعیت به میمن وال پیش بره ما میتونیم که از موجودون خلاص شیم و امیدوار هم هستیم به خاطر که واکسین رو دریافت میکنیم که اگر بتونیم یک تعداد از مردم واکسین کنیم تا محمول های دیگه هم میرسه به صورت مجموعی خوشبین هستیم ولی هنوز هم تاکید به ای داریم که نکات صحی باید رعایت شود پوشیدن ماسک شستن مکرر دست با حفظ فاصله اجتماعی هنوز هم میتونه ما را محافظت کنه و تاکید اولی هست و حتی در جهان این مسئله که بعد از واکسین هم مردم باید نکات سیر رعایت کنن مطرح میشه بران خواهش میکنیم از مردم که با ما همکار باشن خوشبین هستیم و انشالله که این بحران را خاتمه میتیم در افغانستان کیها بیشتر آسیب پذیر هستند در مقابل ویروس کرونا خب در قسمت آسیب پذیری خود سازمان صحی جهان یک رهنمودی داره و ما هم زمان که اولویت بندی کردیم برای دریافت واکسین این مسئله را در نظر گرفتیم مطابق بر رهنمود سازمان صحی جهان و اداره سی آمریکا تصمیم گرفته شده کارمندان صحی کسانی هستند که در معرض خطر بیشتر هستند به ای که با مریضان سر کار دارند کسانی که در تجمعات هستند کسانی که امراض زمینوی دیگه ای دارن ضعیف است و کسانی که سنشان بلندتر است اینا تمام کسایی هستند که در علاوه بندی ما قرار دارند و اولتر واکسین دریافت میکنن تا ما بتانیم بحران را از کشور خاتمه بدیم درست در قسمت موجود دوم شما گفتین میخوایم بدانیم که اگر وضعیت فیلی باعث شد و آلودگی هوا وجود داره در کنار ازی فصل سرما ام. که تعداد دیگر هم مبتلا به ویروس کرونا شوند چقدر آمادگی ها وجود داره در وزارت صحت افغانستان که بتونه رسیدگی بکنه برای رویداد ها خب به صورت مجموعی زمانی که ما موج دوم داخل می شدیم ما روی پلان ها آمادگی کار کرده بودیم نظر به تجربیاتی که از موج اول آمخته بودیم و وضعیت به مراتب بهتر بود او پلانایی که ما سنجیده بودیم در قسمت آگاهی بود در قسمت ظرفیت شفاخانه ها ظرفیت لابارزبار ظرفیت تشخیص بود که حالا به مراتب بهتر شده روزانه بیش از یک تست انجام میشه و در مجموع آمادگی ها بهتر است باز هم همکاری مردم اهمیت بالایی داره تا ما بتانیم از افزایش تعداد مبتلایان جلوگیری کنیم و قسمی که پیشترم گفتم خوشبین هستیم انشاالله که وضعیت بهتر میشه و حالا با رسیدن واکسین خودش یک مجده دیگر است که وضعیت بهتر شود درست، اما در کنار این مسئله حتی از موج سیوم ویروس و کرونا هم گهگاه حسابت صورت میگیره آیا افغانستان با این مورد روبرو هست و مخصوصا در مورد نوع دیگر ویروس کرونا که در بریتانیا، برازیل و کشورهای شیو پیدا کرده؟ خب زمانی که ما در یک از نشستهای خبری خود از موج سوم یاد کردیم یا امکان افزایش دوباره تعداد مبتلایان همین مسائل مطرح شده بود مسائلی که ما پیش بینی کرده میتونیم وضعیت بحران است امکان داره ویروس یک جهش پیدا کنه و مشکل جدیدی پیدا شوه هنوز این مسئله طرف ما مطرح میشه نکات صحی باید رایت شود ما هم در شفاخانه خود در قسمت ارزی خدمات تلاش میکنیم تا آماده باشیم خود نو شفتی ویروس گفته شده بود که سریعتر انتشار پیدا میکنه ولی ای که آیا خطرناکتر است یا خیر در قسمت مطالعات کافی انجام نشده خب در مجموع ما فعلا در آماری که داریم و در گرافایی که داریم کدام افزایش را نمی ولی باز هم احتمال از این میتیم بنان خواهش میکنیم که نکات صحیح رایت شود و ما هم آمادگی خود را داریم در قسمت درست از تشخیص میشه بر ما بگوین که آیا امکان تشخیص نو جدید یا نو جایشی یافتی ویروس کرونا در داخل کشور وجود دارد؟ یک موضوع هست اینجا که سوی تفاهم نشود ما نمیتونیم که ویروس ها را از نظر جنتیکی از همدیگر تفکیک کنیم Uh, ولی در مجموع uh, در قسمت نوع جهش ویروس و کرونا هنوز هم تست پی سی که برای uh, کرونای نو قبلی استفاده میشد او هنوز هم جواب میده ما میتونیم تشخیص کنیم که یک شخص به کووید 19 مبتلا شده و خیر uh, ولی نمیتونیم به صورت مشخصی را uh, تفکیک کنیم که ای کدام نو است uh, بنابراین تدابیر وقایوی هنوز همو تدابیر هست uh, چی برای نو قبلی چی برای نو جدید uh, و پس اگر افراد چون... به نو جدید این ویروس مبتلا شوند تشخیص هم داده نشه <applause> چگونه میشه که تدابیر زیاد پیدا کنه یا موارد دیگر احتمالی پیش بینی شود خب ما میتونه میره از روی مسائل دیگه مثل همین خود گراف اگر ما یک افزایش دوباره رو مشاهده کنیم میتونیم احتمال بتیم که نوع جدید آمده و و می ترتیب ما نمونه ها رو به کشورهای دیگه هم روان میکنیم که از نظر ژنتیکی بر ما رو تفکیک کنن در افغانستان هم ما کادر داریم در قسمت جینوتایپینگ برای ویروس ها در مجموع و یک از مسائلی که یعنی بحران کرونا برای ما پیش آوردی بود که ما بسیاری فرصت های دیگر هم پیدا کردیم یک مسئله جدیدی که حالا رویش باید کار شود این مسئله جینو تایپینگ است تا ما بتونیم ویروس ها را از نظر جنتیکی از هم دیگه تفکیک کنیم این نه تنها در مورد ویروس کرونا مهم است بلکه ویروس های دیگه هم باید از نظر جنتیکی از هم جدا شوند تا برشون واکسن مناسب دریافت شود و ما بتونیم یعنی قادر باشیم که جینو تایپینگ در افغانستان انجام بده فعلا میشه ما رو بتین از افراد مبتلا به ویروس و کرونا کسانی که جانهایشان را از دست دادن در موجودم خب آمار 24 ساعت گذشته هنوز بر ما روان نکردن اما به صورت مجموعی از 55 هزار بیشتر است من میتونم بعد از این برنامه براتون روان کنم درست در قسمت خود آگاهی هایی که وزارت صحت ها ما در موج نخست این ویروس داشت آیا به این آگاهی ها ادامه داده بله برنامه آگاهی دهی ما همچنان ادامه داره ما در جریان موج دوم یکی از کارهایی که انجام دادیم ما نقاط ضعف خود در موج اول پیدا کردیم و روی زوکار کردیم در قسمت آگاهی دهی بعضی مشکلات وجود داشت انسجام و هماهنگی وجود نداشت که در جیان موجود اون روی زوکار صورت گرفت و به صورت مجموعی پیام ما به مردمی بوده که به جای وحشت و استراب امو ترسی را که دارن از ویروس کرونا را بگذارن بر روی از نکات سهیر رعایت را کنند تا ما بتانیم بحران را در افغانستان خاتمه بدیم چند پیش گزارش داشتیم ما در مورد کسانی که بهبودی یافتگان ویروس کرونا هستند که نو هم با موارد مثل یاد فراموشی، روان پریشانی روبرو هستند. میخوایم بدانیم پس از که به... کسانی که بهبود پیدا میکنند از ویروس کرونا، آیا این زمینه برشون مساعد ساخته میشه که روان با دکتران روان درمانی هم صحبت های داشته باشند تا بتانن از لحاظ هم تا حد برشون کمک کننده باشند؟ این مسئله یکی از مسائلی است که روش بحث صورت گرفته اما تا به حال تحقیق انجام نشده در قسمت عوارض که بعد از مبتلا شدن به مرضی کووید نزن از اشخاص پیدا میشه ما کوشش داریم که خدمات داشته باشیم تا بتانیم بر مردم کمک کنیم اما در جهان به خاطر که خود ویروس هم کاملا جدید است ام روی عوارض بعد از ابتلا به کووید 19 یعنی تا بال در افغانستان کار صورت نگرفته و روی جهان هم بحث ها جریان دارد در جهان هم روی بحث ها جریان داره و بعضی عوارضی هست که پایدار هست تا چندین ماه بعد از اینکه یک شخص مبتلا بشه به کووید 19 روی کار صورت میگیره تا ما بتونیم بر مردم در قسمت هم خدمات رو کنیم درست و در اخیر بر مردم چه اطمینان شما؟ بر مردم عزیز افغانستان پیام وزارت ساتامی افغانستانی است که ما متحد هستیم در قسمت ارزی خدمات صحی در قسمت ازی که بتانیم بحران را به صورت درست کنترل کنیم در قسمت ازی که واکسین کرونا را دریافت کنیم خوشبین هستیم ولی از مردم هم خواهش میکنیم که نکات نکا، صحی را رعایت شه فراموش نکنن تا بتانیم دست به دست هم داده از این بحران خلاص شویم. بسیار تشکر از حضورتان با در برنامه تشکر شما